شعری میخونم از کتاب عادتی عادتی خودم به نام برای من گریه و زاری نکن که وصیت نامم توی همین شعر هست. برای من گریه و زاری نکن. روزی مرگ من فرا خواهد رسید، چه با تصادف، چه با سکته و چه آرام در بستر خواب. روزی من از این قالب فعلی خود تغییر شکل خواهم داد و شما را ترک خواهم کرد. اما چه پوچ و واهی است این خیال که من از این دنیا خواهم رفت. راستی به کجا؟ به کجا؟ به عالم هپروت یا به آن دور دورها در توهمات و رویاها؟ به کجا؟ واهیست آن دنیا که دنیا دنیاست و آن دنیا هم این دنیاست. قالب و شکل و کال بود من تغییر می‌یابد. خاک می‌شوم، درخت یا گل، دود می‌شوم یا بخار و دوباره با باران خود طبیعت را سرسبز کنم. پروانه می شوم یا پرستو، قورباغه‌ای در برکه یا آن مار زنگی در کویر و یا آن غنچه گل سرخ در گلدان همسایه و یا هم بره لذیذ روی سفره رنگین جشن عروسی یا که حیوان و دوباره انسان و شاید هم دوباره جنینی در بطن مادری آبستن. روزی پسر جوان رشید، روزی دختر کرولال نازیبا، روزی فقیر نابینا، روزی شاهزاده مغرور، روزی عقب مانده منگل، روزی پیرزن خمیده با قوزی در پشت، روزی مرد حمال خوشبخت، روزی مجاهد جنگجو در کوهستان، روزی هنرپیشه معروف، روزی راننده تاکسی در خیابانهای هامبورگ و روزی و روزی و روزی. آری می گردم و از حیات زیبا و نازیبا در اشکال ملون خود بهره‌مند می شوم و آزموده پیش می روم و پیش و باز می شوم و باز و در هر زاویه‌ای که هستم، در هر شکل و ذره‌ای که هستم، حیات و زندگی را می بینم و لذت می برم. لذت همه جا می روم، می گردم و جاری می شوم، حتی در آن لوای آتش فشان جاری و روان تا حقیقت و شیرینی زندگی را در زوایا و ابعاد گوناگون خود دریابم و لمس کنم. مست می شوم و سرمست از شور زندگی که وجود وجود است و نابودی و نیستی وجود ندارد، چرا که جهان سیال در حرکت قانونمند شورمند خود، در حرکت و پرشور و زیبای خود در این دنیای بی انتها پیش می رود و پیش. پس چه باک است از مرگ که آن هم نوعی زندگی است، تغییر شکلی با تجربه‌ای جدید. وصیت‌نامه مرا باز کنید قبل از آنکه مرگم فرا رسد. وصیت‌نامه مرا باز کنید قبل از آنکه مرگم فرا رسد، چرا که من راز و سری ندارم و می‌خواهم در زنده بودن خود شاهد وقایع بعد از مرگم باشم. مال و ثروت و سرمایه‌ای ندارم که بر روی آنها جنگ ها و رقابت ها نمایی.
هرچه در خانه دارم و نام من بر روی آن است، همینک نیز می توانید به راحتی صاحب آنها گردید. هدایایی از عزیزانم هسته و یادگارهایی از دوستان و همراه لوازم اولیه زندگی که گر شادی آفرین شما باشند، با کمال میل تقدیمتان می نمایم. تا چند سباهی هم یادگارهایی از عشق برای شمایان باشد. ارگانهای قابل پیوند بدنم را به انسانهای زنده بیمار پیشاپیش هدیه کردم که با حادثه‌ای بر من مجاز به اهدای آنها به دیگران هستید. شاد خواهم شد قلبم را در جایگاه قلب دیگری، کلیه و کبد و چشمم را در اندامهای دیگران شاهد باشد. چه دلانگیز است با چشمم در کال بود جوان سرخ پوستی آرژانتین را ببینم و قلبم در تن آفریقایی سیاه بتبد و کلیه و کبدم سموم یک دهقان چینی را از بدنش دفت نمود. بدینسان است که وحشت و شعف، فاجعه و معجزه، زیبایی و زشتی، خوب و بد و مرگ و زندگی در هم می‌آمیزد و جوهره حیات مانند گلبرگ های گلی شکفته می شود و تراوت و حقیقت خود را به عرصه تماشا می گذارد. جسدم را برای کالبد شکافی به دانشجویان دانشگاه ها هدیه کردم. بگذارید همان گونه که من در سالن های آناتومی رگ و پی مرده ها را از هم جدا می کردم و حتی بدون دستکش لابلای بافت ها را می کاویدم تا شاید شاهد پریدن روحی از آنها باشم، دیگران هم بعد از مرگم بدنم را لایه لایه از هم جدا کنند و استخوان‌هایم برش زنند، بر روی قشرهای مختلف مغز، هیپوتالاموس و هیپوفیز کندوکاو و کاوش نمایم و از این ور جمجمه هم به آن سوی دیگر نگاه کنن تا که شاید برای دریافت شعور و ذهن قدمی به پیش گذارده شود و دایره تحقیق و بررسی برای انسانشناسی وسیع تر گردد. برای من گریه و زاری نکنید، سیاه نپوشید و از برای مرگ من به هم دیگر تسلیت نگویید. من مراسم سوگواری و ختم و ترحیم نمی خواهم. از برایم حلوا پخش نکنید و خواهشن از مردم تمنای فاتحه و صلوات ننمایید. من نمی خواهم که آیات یأس‌آور قرآنی و ترانه‌های غم‌انگیز ناله‌وار برایم نواخته شود. نه از برای من گریه و زاری و شیون نکنید و خاک بر سر خود نریزید و بر سر و صورت خود نزنید که در آن صورت گر به فرض شما من را روحی ناظر بوده باشم، صحنه های شما در روی زمین نمایش مضحک و خنده‌دار برایم خواهد بود و من نمی خواهم در آن گیر و دار سؤال و جواب نکیر و منکر از طرفی به آنها بخندم و از سوی دیگر به شما. الزو دوستان و عزیزان من، شاد باشید و خرم و از سیر زندگی پرنشاط خیش خارج نشوید که شادی شما شادی من خواهد بود و آرامش شما آرامش من، که دیر نیست و دور که ما همه دریابیم. هر لحظه و هر دم که اراده کنی می توانی با هم باشی. زیبا، هامبورگ، 25/8/2005.